سلام سلام هموطنان عزیز، خدا کنه که جور و سلامت سرحال باشین، هر جای که هستین خوش و خندان باشین. ماه مبارک رمضان است. امروز خواستیم توسط برادر نازنین ما ایدر جان بر هموطنان عزیز ما کباب افطاری بتیم. دیگه دوستا فکر کنم شاید قابلی، اما ما خواستیم که امروز یک غذای متفاوت بر افطاری آماده کنیم. دوستا دیگه مصروف هستند که قبل از فرارسیدن افطار بر ما تقریبا 70 الی 80 خوراک کباب آماده کنه و ما آهسته آهسته بریم به سطح شهر بر هموطنان عزیز ما که در مسیر راه هستند، مصروف کاروبار هستند، بر از اونا تقدیم کنیم و نوش جان کنند. حاجی صاحب سلام علیک، صحت شما خوب؟ بخیر بخیر هستین جانک جور؟ بیا پایین، بیا کمک، چی حال دارین جانک دانجور؟ سلامت باشین، بخیر باشین. بیا بر ما بگوین که در ماه مبارک رمضان چگونه از فروشاتتان مشتری ها بعد از افطار در نزدیک افطار میاین یا خیر؟ اول همه سلام میگم بلندای عزیز کلگ دوستای ما را. الحمدلله شکر بعد همین نزدیک افطار که میشه باز دوستا و مشتری ها حضور پیدا میکنن میاین نمیشه. روزگاه که شان افطار میکنن، قابلی، ملنگ، مایچه، کباب، هر چیزی که شیایشان باشه. بله. امور نوشجان میکنن، باز دیگه هر کس پشت رای خود میره. دوستا تماس هم میگیرن که بیارین پشت خانه؟ 100% دمیال ملنگ و مایچه بوک شده. بله. او پشت های خانه طلب میکنن. بله. باز نفر هست میرسونه برشون. قربان تو ناجی صاحب، دوستا یک چیز نگفتن همونه که امروز حاجی صاحب هم دایی چی میگن دایی کار خیر سهم گرفتن، 10 خوراک کباب از طرف خود بر هموطنان نیازمند ما. شاید روزانه میجا دوستا وقت افطار بیاین، کسایی که پول دارن یا ندارن دیگه حاجی صاحب همراهشان مراحت میکنه، اما 10 خوراک از طرف خود حاجی صاحب برگ سبز توفی درویش کرد، حداقل 10 هموطن ما امروز یک کباب جانانه افطار کنه. انشالله مطمئن باشین، ای کبابتون بیغم باشین، کباب چیزی نیست که ما بتیم، ایل الله میتده مردم، بشک ای کار الله است، کار ما نیست. یک وسیله هستیم، یک سرپناه هستیم. بله ای کدام گپ نیست، باید هر مومن مسلمان خداوند دست خیر بده که دست هموطن بگیر. انشالله سلام قربان و تاجی صاحب، کارهای خودت هم زیاد است. هموطن ها یک چند تصویر زیبا از جریان پخت و پز و از داخل رستوران ببینین. دوباره تا آماده شدن کبابا ما در خدمت شما خواهد بودیم.
آماده میشم، مسابقه جریان داره، ببینم که ما خورده میتونم یا خیر. اما نگفتن همونه که هموطنهای عزیزمون به این مسابقه قدیما هست، اونا میخورن، ما نوش جان میکنیم. انشالله دیگهش هم در سر کوره است، آماده شد بخیر میبریم به سطح شهر، ببینیم که قسمت و نصیب کی هست این کباب جانانی خیلی نرم و مزه‌دار. اگر بزرگی می بودی که حالا وقت 3-4 تاشا نوشه جان کرده بودیم. خندوش کباب واقع پل سار، مرکزی پل سار. کمی بیاین دیگه از طرف قبله که می این دست راست، از طرف شار که می این دست چپ. این همی جا لوحه را بخونین دوستا و جیشه در خدمت شماست. دیگه شما آماده میشه میریم بخیر وسط شهر. ما را بیننده باشین، ما در خدمت شما هستیم. بر شما افطار خوش میخواییم. هموطنهای ما در اروپا و امریکا و یاد دیگه پشتازی کبابا دیگه متدلشان بل 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 میکنه، بخاطر که در اونجا دیگه کمی چیزا پیدا میشه. سر پی سر گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت حلال، گوشت جانانه دیگه در اونجا خدا چی چیزا از دور از آزرا دیگه هرچی کس خودتان میفهمید در چیزی که الله اکبر گفته شد و بازو مزهش که چند هست نماز وقت نماز هست دوستان میریم به طرف نماز با متنهای عزیز دیگه نماز ادا شد بخیر کبابا ما استایست آماده است بخیر در کنار ما یک دوست دیگه ما قرار گرفت که یا ممیجا مصروف کباب و هتلداری است ببینیم که روزانه اینا چقدر پخت دارن و مشتری ها از کجا هست. سلام وقت شما بخیر. سلام علیکم نظری صاحب جور هستین بخیر هستین صفا آوردین لطفتان است بخیر آمدین خوش آمدین بزرگوار عزت باشی نام مبارک تازه خان است نام ما همه تر تازه باشی دیگه بخیر باشی زنده باشین بزرگوار است برای ما بگو که در طول ماه مبارک رمضان چی تعداد شما فروشات دارین چقدر گوشت یا چند سیخ یا چند خوراک و قبل از رمضان و بعد از رمضان به نام خدا خدمت آن عرض بکنم محترم که نظر به تقاضای مشتری ها و تقاضای همشریان و تقاضای کسایی که مثلا در اینجا مراجعه کرده و دیده و از طعم و لذت و لذیذیت مزه داشتن یعنی طعمی که یا نان یا کباب یا قابل پلاوی که است نظر به می مراجعین است دیگر خود آمدن خود مراجعین است که روزخوری نظر به ماه مبارک رمضان فرق میکنه در ماه مبارک رمضان دیگه همه کسایی که دوستا و مراجعینی که مثلا مشترکینی که نزدیک هستن میان در تعداد مثلا 1800 900 1000 خوراک ما فروشات داریم باز در روزخوری نسبتا خوب است شکر الحمدلله خیر باشه در روزخوری از 1000 بالا است 1000 بالا است در پلوی از مولنگ مایچام است مولنگ مایچه وطنی خود ما شما روغن زغیر وطنی است برنج سایل است کنه است همراه گوشت گوساله و تو چیزاست قابل پلو است مولنگ است مایچه است دیگه گوشت گوسفند هم داریم که با پای گوشت گوسفندی هم داریم دیگه در مجموع غذاهای قطغنی است دیگه غذای وطنی نان وطنی است برای مشتری ها برای هموطنان عزیز ما دیگه به خدمتشان میرسانیم با مرتبات دیگه باز در روزخوری خوب است نسبتا خب بیا خداوند در کار و بارتان برکت پرته دیگه امروز ما شما دیگه یک میزبان خوب برای هموطنای هستیم که در شهر بازار روزه دارن و حداقل بتانیم یک افطاری خوب برشان آماده کنیم لطف و نظرتان است بسیار کاری نیک است نظری نیک است نظری سیب بسیار یک کاری خوب کردین ماه مبارک رمضان ماهی است که در این ماه اگر در دیگه ماه ها فهمیدی اگر نماز بخوانیم یا مثلا سخاوت بکنیم یا مثلا فهمیدی کسی که از پیش خودش یک چیزی را که کمک بکنه ثوابش اگر یک چند باشه یا ثوابش فرض مثال کم باشه دایی ما دو چند میشه دقیقا. نماز همو قسم است کمک و سخاوت همو رقم است اخلاق نیکو همو رقم است که با هموطنان عزیز دیگه خداوند یک سل سرتاسری را در وطن ما شما بیاره یک کاروبار باشه وطنای ما شما در گوشه و در کناری که دنیاست رنگ سرخ باشه آباد باشه خوش باشه سرفراز باشه اگر در داخل خود وطن است آرام یک فکر آرام و یک فضای صلح و یک فضای آرام زندگی بکنه قربان سلامت باشید دیگه فکر کنم آیستا بخیر غذا آماده میشه ساعت هم دیگه شاید چیزی کم پنج باشه پنج بجه سا پنج بجه دیگه استا استا بخیر ما بریم ببینیم که نصیب خورش کی است دیگه بخیر باشین بسیار یک کاری نیک کردین هر هم رو هدایت که باشه هتل خودتان است از خودتان از دیگه مشتری ها از دیگه هموطنان ما در خدمت هستیم ما پل هستیم خدمت هستیم در خدمت همشریان هستیم در خدمت وطندارای ما هستیم با عزت باشی خدا کمتان نکنه آجی صاحب پیشتر لطف کردن یک ده خوراک پولش نقد دادن بر ما
گفتن بیادر حساب ما دیگه رقم از پول نقد بی که دلت کباب میخوری یا کرایی دیگه ما مورا گرفتیم خرمی افزود کردیم که یک ده خوراک یک ده وطن دیگه ما خوب کردین بهش کار بهره ببره کار خوب کردین نظری نیک است بسیار کار خوب کردین ما هم خوش شدیم خدا هم خوش میشه شما هم خوش یک کاری کردین که یک سخاوت و یک کاری کردین که هر کس وارد دست هر کسی را بگیرین ان شاء الله و رحمان امرای دعایش امرای دعایش دیگه یک بسیار کار نیک کردین یک کار اساس کردین سلامت باشین هموطنان دیگه آهسته آهسته به خیر غذا آماده میشه ما را در صد شهر بیننده باشین ان شاء الله در خدمت شما خواهد بودیم سلام علیکم استاد جان جانک جور بخیر سلامت باشید بخیالم دیگه حوصله دیگ میگ نیست میای یمت نه والا مو تک فرمایش داده شده نظر شما عزیز هر روز جو اگم روز نه والا اگر روزای تاق هم کار رو میکنه روزای تاق حتما کار خانه روزای تاق سر توز دیگه حتما نه این گپ سوالت نیست حتما نه خب بسیار خوب چطور از مزه کباب قابلی چی چیزا را اینجا خوردیم؟ هم قابلی را اینجا خوردیم هم کباب بسیار خاص است واقعا همتو نرم همتو بخی دیگه با سیستم برابر است بله بله خب چند خوراک بخیر امروز فرمایش دادیم؟ والا سه خوراک فرمایش دادیم دیگه پناه به الله خدا می ربان است یک تا مرغ هم فرمایش دادیم من در خانه هم یک چیز تیار کردن خدا می ربان است اگر جست جو می بوجم میکنن انشاءالله همیشه اینجا میایی دیگه بعد از رمضان هم میایی؟ ما خو مشتری خاص از ایستم انشاءالله همیشه وقتی جا میاییم مزایمشون میشه مگم خب خب باز خانه میبری یا میجا نوشه جان؟ والا دیگه در خانه اکثر وقت میبره میجا دیگه تنها خود باز مزه نمیتر آه دیگه فامیل که نباشه باز مزهش کم فامیل ها خود تلو خوالو فیلا نوردن باز این حال ما که در خانه میریم مانده و زله از عوض که به خوش آمدیم خوب ساته که تان تیر از کبابا را میزنی خبر نه که تا هفت وجه هم افتار میکنی سرت میفهمن که دیگه ساته تیر است هم فهمیدن او را بگو پشو بدر نوبت عزیز پشو ما ای را بگی باز نفر پشت موتر میده و پایش میگیره سرصدای نه واقع زامت رو زیاد میکشی خداوند خیرت به تهران کسی که در مصفات اجتماعی هم میبینیم مقصد ما دیگه چیز از دست ما نمیشه مقصد ما دعا میکنیم خداوند کمت نکنه بهتر به خدمت مردم هستی خداوند نمیشه به عزت داشته باشد زنده و سلامت باشید قربانتان بخیر باشید بخیر باشید باش که نمیشه سرکاریگر است مانده نباشی بخیر هستی چی حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر هستی چی میکنی اینجا فعلا؟ اینجا فعلا دیگه خدمه هستم منیجر هستم و چندین دانه شاگرد از زیر دستم هستم خب بعضی از مشتری ها که میاین اینجا ما با مشتری ها خدمت رسانی نان صحیح دیگر اخلاق و همه چیز با مشتری رفتار خوب و دیگر می بخشا هستم فعلا یگان مشتری باز خپ کردم همه تو نانک خورد مبرای یا نی؟ والا فعلا که اول خدا از پیش ما نرفته بازم اگه کدام گیره بار اگه شوه باز یک صدا میکنی که لالا جان سر دخل نرفتی یه؟ نه خی گپ نیست اگه کدام اگه درو بروه ما نفهمیم بله میروه قربانت سلامت باشی سر شاگردا پتکه خو نمیکنی؟ نه نه فضل خدا بچه ما دیوالیز دیگه؟ آه از ما هم مسئله سازی هم نیست از ما هم بیادری و رفاقت هم دیوالی هست خودت با چند خوراک نوشه جان میکنی؟ از بوی سیر هستی؟ والا ما خود ما خود از بوی از این سیر هستم خود ما بخوریم بهش از دو خوراک نهایتش پنج خوراک دیگه پنج خوراک هم کم از یک شش هفت خوراک بخوره او نوشک جانت دوایت شوه دیگه سلامت باشی سلامت باشی قربانت که صحبت کردی دوستا اشتا اشتا بخیر غذای ما دیگه آماده میشن بله بله کمش مانده یعنی دوستا هم کاری دارن بخیر که خلاص شوه میریم به سطح شهر دیگه اگه پاره با هموطنا میداشته باشیم چند خوراک شد بخیر بگی بابا جان سلام برسم وطنهای عزیز خدا کنک جور و سلامت سرحال باشین هر جای که هستین خوش خندان باشین نیام به کامتان باشه امروز دیگه آمدیم بخیر به طرف پانتون قرار است که بر یک تعداد از هموطنهای ما کباب توزیع کنیم کباب جانانه جور هستین اما اینا کارگر هستن باید تسیار غمشان بخوریم تیز بیایی تیز امروز کباب نوش جان کنین کباب قندوز کباب کباب جانانه شما را وقتی که من میبینم خوش میشم که اگر رنگ مال با خود دارم
یک رنگبال جانانه را ای استاد هم دیگه نه کباب خور است به او خاطر که بته به پدر جانت روزه و نمازت قبول استاده مشه سلام کاکا جان جور استی جان جوره ساعت خوب است چی کردی بخیر بندک پر شد یا نه نه سید آمه این آمه دارم این باست حالا دیگه کنم چیز که حالا غیب دار بکار کنیم بسر دکان منتظر نان هست آبا خدا منتظر نان هستم باش که دیگه تا خدا چی فیصله میکنه خیر باشین یک خوراک کباب از نوش جان کن خدا قبول کنه خیر با عزت باشی خدا کمت نکنه ما مایستا است فول که میگنیش نه بلانز نه تیرا کاکا رنگ چند میکنن یه خانه را؟ یه خانه را سلام علیکم جان جور ساعت من خیرتید بخیر هسته یک دانه کباب جانانه همت دندان هم نداشته باشی بچه این برای کسایش که روزه داره جان کاکایش همت گفته شده برای ما آه بخیر باشین ما دیگه چی بگویم تو رای خدا که تو خانه نمیری هر روز در نمیجستی لدر لدر میگردی بگم کبابا کن و شجان کن مانده نباشی بخیر سلامت باشی بگه خونه میمانه مردم نمیمانه گوشکی ها را زده سعی که بیچاره زور زده رئیس بگه بچه امروزه داری یا نه آفرین آفرین گل کاکایش دوره زده میریم دیگه از کسی که کاکا جای استاد شدن نیست دیگه ببخشی دیگه بسیار زیاد اگر نه که نمی بخشی دیگه ما هم دوباره رسیدیم دوستا از داخل مندوی به سمت کجا بگی امیر لالا جان یک دوش که یک کباب جانانه را نوش جان که به حق ما و دیگه دوستام دعا کن ای مسلمان خدا کدام سوزکی؟ اینجا دیگه ات کت نمی کنی دوستا دیگه ماشالله ترکاری رومی پیاز کچالو با قدر ضرورت اینجا زیاف است و خیلی ارزان هم است ای کاش هم وطنهای ما روزانه 500 افغانی ماهانه 200 دلار که مدل به 15,000 افغانی یا 14,000 افغانی میشه تو چه کبه او موره وارکه استاد تا وارکه که بازم اونجا خداحافظی ها میکنیم خب چه رقم کنیم کاکا جان می بخشی دیگه بسیار زیاد می بخشی پدر جان می بخشی ایره دیگه ما چیم که داری نه جایش ما بچه میره کاکای تا بته که افطار کنه کباب است خب بته اموره بگیار بره بچه هم دیگه من خاله نکو بره و اینجا رو هم خراب کردن نه یک کاکا سعی که وقتی که پشت سر را میگیری یا دستی سلفی را ده یا گیرش را دور بده میشه خب؟ باید همین تصویر باقوه شبیه که خیره این موتورک های حرکت زیاد میشه باز حالا را می دادیم مال همتن پریشان شده اینی می
خب هموطنان عزیز، بازم یک جان تشکر میکنیم از حیدر جان که از کانادا تقریبا 17,250 افغانی روان کرده بودند که امروز مقدار 9,500 افغانی را کباب خریداری کردیم. قرار است که در ساحات مختلف کابل جان بر هموطنان عزیز ما افطاری تقدیم کنیم. کباب است، کباب دندانکای میخاله انشالله نرم است کباب. دیگه آهسته آهسته آمدیم از طرف پل سرخ به دیمزنگ، از دیمزنگ آهسته آهسته به طرف داخل شهر، طرف ابن سینا و پل آرتل که بریم بخیر به سمت مندوی. امروز روز جمعه محمدیام است، قرار است که بخیر خداوند پا خیر نصیبشان کنه. با امید کمکای همیشگیشان برای هموطنهای نیازمند ما، ما هم تلاش میکنیم که حداقل هم یک لقمه نان هم برای کسی برسه که تمام روز در کار است و فعلا دیگه منتظر یک لقمه نان است که نوش جان کنه. همی پدر جان ما میتونیم که بگید کاکا جان باش که موتر نزنه تا بیا یک دفعه از خیرت. بیا تستر کاکا، برو بچه، برو جان کاکا. بگه پدر جان سلام علیکم. بازار من کارا جان جور سر خوب دمی بسینا. من یک کباب نوش جان کن. تو بچه ام روزه نداری، برو که بر روزه داراز. برو برو بچه، برو دیگه بعد از برو باش یک دقیقه، یک دقیقه صبر کن. تو باش حالا تا چی وقت توی رقم می باشی او کاکا؟ خوب کار کن اینی پدر واره، پدر جان واره زحمت بکش. یک تا برادر دیگه مام که از سمت شمال است و اینجا مصروف جمع‌آوری آین و کونه و نانقاغ است. می خواهیم که اگه افطار جانانه قلعه سن تک جان جوره. روز اماتی تا ما می خواهیم که همین ثواب بیشتر شوه و همچنان بر اشخاص برسه که ثوابش دو چند شوه. این اکا جان سایکو، اکا جان کبابه که نوش جان که از دل گرمت هم من بفهمم. حالا تو از کجا با اسکل گرفتی؟ ای خدا ای خدا. هموطنان عزیز در سایه دیمزنگ هستیم پیش سرک پانتون زیبای کابل. آهسته آهسته بخیر قرار است که بریم بخیر به طرف دیمزنگ و سرک دارلمان بالاخره مندوی. اینجا دیگه می دوستای ما فکر کنم که روزه دارن. شما هر روز هم اینجا هستین؟ بته او را بته. چرا روز اینجا هستی؟ ملالا جان یک کباب تام بخود اگه کراچی گه کستوس؟ اونم یک نفر من بده دیگه. تو در خانه زنگ زدی که چی پخته کردن؟ خب بگوینم کباب در خانه میخورم. چطور؟ و خیر باشی، زنده باشی. کاکا دوره دوزی چند است؟ واخله دیش رپای نه شل رپای واخله. یکان تا کمین گرفته. خب کسایی که کمین گرفته نده و بگیرشه گرفتیش
یعنی کاکا جان یک کباب بخور. قبولت کنه. با عزت باشه. کراچی را ایلا کدی؟ دویدم. دوزامه برا. تو چی میکنی کاکا؟ تو خوب پریز؟ خب کسایی که زحمت میکشه واقعا برای ما قابل قدر است و ما میخواهیم کسایی که کار میکنن با ما یک کباب بتیم که افطار کنن. تو بچم کار نمیکنی؟ تو کار نمیکنی باور کو کرا کار نمیکنی؟ فقط بیرون لنزه بکش لنزه میگم مفته یک کس دکمت دکمت بریم. بله هموطنهای عزیز و آهسته آهسته به پایان میرسه برنامه ما. فقط دو خوراک کباب مانده ببینیم قسمت خورش کی است. لحظات کم بازان محمدی باقی مانده. نگفته نباید گذاشت که در این ساعت تعداد زیاد است دوستای ما که در بخش ترافیکی خدمت میکنن. دیگه از تصویر یکم مشکل بود که بگیریم. 7-8 خوراک به اونا تقدیم کردیم. فقط دو خوراک مانده دیگه منتظر قسمت خورش هستیم که در نصیب کی است. دیگه ما هم انشالله که استا استا بخیر به طرف خانه میری مانده نباشی. جان جورا کجا میری چی میکنی؟ میرم از خانه اونو جا کراچی مستاد کدم. شما را خیر بده خدا. شما افطاری میدادین مسروتان دل خوردم. این یک دانه شبیگی کباب از نوش جان که دیگه برو پناگه کت به خدا. ببینیم که یک خوراک دیگه مانده نصیب کی است. ایرام تقدیم میکنیم با دوستا. بعد از او بخیر باز میریم آهسته آهسته به طرف خانه. اونمون نفرا کاریگر چی است؟ استاد جان هم یک خوراک کباب هر دویتان باز افطار کنین. مانده نباشین. جور هستین یک خوراک بخیر باشین. بره پناگه کت با سلامت باشین. هموطنان عزیز الله حافظ نگهدارتان. برنامه ما ادامه داره. امروز 80 خوراک کباب با کمک حیدر جان از کانادا که یک مقدار پول دیگه شون هم باقی مانده دیگه برنامه هم داریم انشاءالله تقدیم کردیم. خداوند یار و مددگارتان. هر جای که هستین خوش خندان باشین. دوستام دیگه هم اینجا فکر کنم که از خانه کشیده شون ها این هم اینجا دیگه افطار میکنن مثل ما واره به خانه و به جا هستن. الله حافظتان قربانتان. وقت خوش سیام به کامتان.